بالاخره با یک خبر خوش خدمت شما عزیزا و خوبا حاضر شدم. بنا به خدای مهربان، عرض سلام و درود احترام وقت بخیر و خسته نباشید خدمت همه شما دوستان نهایت گرامی. امیدوار هستم که همیشه خوب و صحتمند باشید، از بدی ها و گزند روزگار در امان عزت متعال. عزیزان دل، به یک خبر کاملا خوش دیگر خوش آمدین و ما امروز بسیار خوشحال هستم چون شما عزیزان با یک خبر خوش همکاری میکنم. اینقدر خبرای بد گفتیم که کارت شما باطل شد، اینقدر مهاجرین رد مرز شد، این قانون آمد، همه اینا خبرایی بود که چندان خوش نبود ولی متاسفانه حقیقت داشت، به او خاطر باید میگفتیم چون صدای شما باید بلند میشد. اما امروز با خبر خوش آمدیم. شما اگر خبر شدین که خیلی خوب، اگر نشدین من برای شما میگم اسکان مجدد سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دوباره صورت گرفتن. عزیزان قبلن سازمان ملل یک دونه شماره داشت و هر کس میتونست از طریق از او شماره زنگ بزنه، اما در بسیار به ندرت اگر جواب میداد، همیشه جواب نمیداد. مثلا از 100 نفر یک نفر اگر موفق میشد این شماره زنگ میزد و جواب میداد، چون بسیار زیاد هستن. این خبر مخصوص برای اتباع افغانستانی که در ایران زندگی میکنه، یعنی در کشور دوم باید باشه، مخصوصا در خود ایران چون ذکر شده در فرم ذکر شده. شماره تبدیل شد به یک ایمیل. ایمیل اومده دوستای عزیز برای شما. من این ایمیل را در دیسکریپشن میمانم عزیزان دل، حتما مراجعه بکنید و بالای ایمیل کلیک بکنید. دوستای عزیز من کم زر در موردش تشریح میکنم، بعد کلش برای شما آموزش دادیم، آموزش میمانم و در ادامه ویدیو شما سیل کین و برین در اون مورد حتما ثبت نام بکنین. عزیزان دل، کسانی که در ایران هستن به هر نحوی، به هر مشکلی که هستین در ایران، حتی اگر مشکل هم ندارین، من برای شما توصیه میکنم که در اونجا برین ثبت نام بکنین. اسکان مجدد دوستای عزیز در موردش کمی برای شما بگویم، به این معنی که شما از افغانستان در ایران رفتین اما نمیخواین در ایران بمانین باقی، میخواین از ایران برین در کشور دیگر، این میگه اسکان مجدد. پس شما دوستای عزیز حتما در این لینک مراجعه بکنین و خود را ثبت نام بکنین. هشدار، هشدار و بازم هشدار، فقط یک بار باید این لینک ارسال شود، یعنی دو دفعه ای است پیش شما ارسال نشود. یک دفعه غلط نکنین، باز ارسال نکنین، فقط بسیار دقیق باشین. یک مسئله. مسئله دوم، همون نام و اسم و ولد و شهرت و تمام چیز که در تذکره شما ثبت، از روی ازو ثبت کن. یک دانه ام، یک دانه حرف، یک دانه چی اضافه نشود. مثلا یاسین، اونمو قسمی که در تذکره یاسین نوشته اونمو قسم ارسال بکنید، چون بعدا کپی تذکره شما را بعدا و بعدا میخواید، بل فعلا نه. خب دوستای عزیز، یک سخن دیگر هم همراه شما به اشتراک میگذارم، بعد میریم و این آموزش را با هم دیگر میبینیم. او سخنی است دوستای عزیز که شما اگر مشکل هم ندارین باید ثبت نام بکنید و توجه داشته باشین. اگر کارت دارین، کارت آمایش دارین، کارت هوشمند دارین، برگه سرشماری دارین، هر چی دارین در یک گزینه که بعداً من برای شما معرفی میکنم، در اون گزینه برین روی ازو بزنین. خب از شما سوال میکنه کدام کارت را در ایران دارید، شما بزنین کارت آمایش، کارت هوشمند، هر چی که دارین، بعد شماره کارت تان میخواد. اگر ندارین یک گزینه داره که بدون کارت، یا کارت نداریم، هیچ کارت نداریم، بالای ازو گزینه بزنین اگر هیچ کارت ندارین، اشکال نداره. خب اگر غم نخورین، غصه نکنین، اگر کارت هم نداشته باشین هیچ اشکال نداره، ولی این فرم را حتما پر کن و جای مشخص خود بزنین. مثلا در کدام استان هستین شما، تهران هستین، اردبیل هستین، شیراز هستین، در هر جایی که هستین اونمو استان را بزنین، به خاطر که در اونجا میآید، چون بعدن امکان ازی داره که به شما تماس گرفته شود. عزیزان دل، میریم با هم دیگر ادامه ویدیو و آموزش رو میبینیم. خب بله دوستای عزیز، اینمی اطلاعیه هست که در مورد فرم آنلاین ارتباط با کمیساریا هسته. قبلا که بود برای شما یک شماره بود دوستای عزیز و میتونستین از طریق همون شماره به تماشا این، ولی متاسفانه اون شماره را جواب نمیداد. میریم داخل از این لینک میشیم، این لینک را برای ما و شما در اینجا مانده، لینک را روی شوکه میکنیم. وقتی لینک رو کی کردیم، میره دوستای عزیز مستقیم روی اینی صفحه و در این صفحه برای ما و شما گفته که چگونه با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران تماس بگیریم. تمامی افرادی که بل اجبار بیجا شدن و یا بی‌تابعیت هستند و اکنون ساکن ایران هستند می توانند از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اطلاعات و حمایت دریافت کنند.
لطفاً برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره خدمات ارائه شده توسط کمیساریا به همین وبسایت کمک صفحه نینجا نوشته کرده رجوع کنید. اگر پاسخ مورد نظر خود را در صفحه کمک ما پیدا نکردید، میتونید که با شماره تلفنش برای طرح درخواستش، درخواست خود از طریق صندوق شکایات و اینی راه های دیگر برای ما و شما در اینجا معرفی کرده. در این قسمت ببینید خط درشت نوشته است. توجه داشته باشید که شماره تلفن های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا UNHCR کانال اصلی ارتباط تمام افرادی که به اجبار بجاشته یا به تابعیت هست و کنون ساکن ایران هستند. لطفاً فقط برای مطرح کردن موارد ضروری برای ما بنویسید. لطفاً این فرم را تکمیل کنید. دوستان عزیز، بعد برای تکمیل کردن فرم روی از این لینک، برای ما یک لینک دیگه در اینجا داده. ببینید با خط سبز رنگ است. روی ازی میزنیم. وقتی روی ازی لینک زدیم، برای ما امو فرم میاد. دوستای عزیز ببینید در اینجا، خب اینترنت، اگر اینترنت شما چی باشه خوب باشه مستقیم میره. ببینید در اینجا آمد زبان را از اینجا انتخاب میکنید، انگلیش و فارسی. ما فارسی رو میزنیم به خاطر که راحت تر برای شما عزیزا شود، چون خیلی از دوستای ما انگلیسی را بلد نیست. UNHCR آنلاین کانتکت فرم، فرم کانتکت آنلاین، این ارتباط آنلاین با UNHCR. میریم دوستای عزیز اینجا برای ما یک سلام خوش آمدگویی داده، گفته سلام، خوش آمده تمام افرادی که بیل اجبار بیجا شدن و یا بیتابیت هستن و کنون ساکن ایران هستن، میتونن برای درخواست حمایت های فوری و ضروری از این فرم استفاده کنن. لطفا توجه داشته باشید که خط تلفن کمیساریو اما گبی قبلیه برای ما و شما. اگر شما فرم شکایت داشته باشید، دوستا دقیق توجه داشته باشید، فرم شکایت آنلاین خود از اینجا پر میکنین. مثلا قبلا شما ثبت نام کردین، ثبت نام شما نشده، مشکل داره، میتونه شکایت خود از اینجا پر کنین. اینی ایمیل که هست دوستای عزیز، ای ایمیل از خودی کمیساریای شما، میتونین در او ایمیل بکنین، تمام مشخصات خود را بگوین، مشکلات خود را بگوین و بعد تکمیل فرم. سکن دوستا در تکمیل فرم برای ما چی گفته؟ پر کردن بخش های ستاره دار در فرم با داده های دقیق الزام است. یعنی شما باید دقیق آنچه که خواسته بتین، نام شما با امو اسپیل که در تذکره تان است با امو اسپیل باید داده شود، یعنی کم و بیش نشوه، اشتباه نشوه. لطفا فرم را تنها یک بار ارسال کنید. ایتو نشوه دوستا که پر کنین ارسال کنین باز نشود، باز دیگه ارسال کنین باز دیگه، نه، یک دفعه ارسال کنین خودش بررسی میکنه و مطمئن شوید موضوع را انتخاب میکنید که بیشترین ارتباط را با ما درخواست شما داره. شما میتونید فرم را به زبان فارسی یا انگلیسی پر کنید. شما میتونید زبان مورد نظر را از قسمت بالای صفحه سمت راست انتخاب بکنید که قبلا بر شما نشان دادم. قبل از ارسال درخواست خود لطفا اطلاعات موجود در صفحه کمک کمیساریا را به آدرس زیر مرور نمایید. این یک آدرس در اینجا داده که مخصوصی کسایی است که در ایران هست. به دلیل از این شما میخواهید که اینا بفهمه به معنی واقعی که شما در ایران هستید. یعنی کسی که از پاکستان، از افغانستان، از جاهای دیگه درخواست بده در اینجا قبول نمیشه، باید در ایران باشه. لطفا توجه فرمایید موافقت با به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی بدین وسیله با ارسال فرم. اینجا شما یک تایید میکنید دوستان، اینجا میگه من موافقم، بله، یعنی می از خودم است، یعنی بله رو میزنی. وقتی بله رو زدی دوستا، در اینجا چند نقطه دیگه میه. ببینید آیا این درخواست یا سوال را قبلا از طریق دیگری کمیسیون پناهندگی مطرح کرده اید یا نه. اگر شما قبلا ثبت نام کردید نوشته کن بله، اگر قبلا ثبت نام نکردید اولین بار شماست نوشته کن نه، چون ما قبلا نکردیم نمیزنم. گفته چی سالی وارد ایران شده اید؟ یک سال میلادی رو میزنید، مثلا ما در نوامبر 2024 شدیم، مثلا اینا میرم میزنم تنظیم سیش، یا شما میتونید هر وقتی دیگر را بزنید. خب کشور محل زندگی فعلی، فعلا شما در کجا این؟ در ایران، این افغانستان، این ترکیه، این پاکستان، این دیگره. محل زندگی فعلی من ایرانه، من در ایران هستم. استان محل سکنتتان کجاست؟ مثلا من در اردبیل هستم، اردبیل میزنم. نام خانوادگی شما چیست؟ من ملک زاده هستم، ملک زاده. نام شما چیست؟ نام من یاسین است، اینجا میزنم. نام پدر شما چیست؟ مثلا حمید است، حمید. شماره تماس شما چند است؟ 090 مثلا. دوستو عزیز اینجا یک شماره تماس میزنه 090، یعنی ترش داداشت. من یک چیزی زدم مثلا آدرس ایمیل شما چیست؟ خب اونجا شماره معتبر میخواد، چون من یک شماره را از پیش خود زدم. آدرس ایمیل شما چیست؟ مثلا من آدرس ایمیل ماست یاسین حمید 44 @gmail.com for example @gmail، یک همچین چیزی .com
ایر شما دوستو وارد میکنین، بعد می شماره واتساپ شما رو میخوای، شماره واتساپ مثلا یعنی تو یک چیز هستن، بعد ملیت شما، شما از من از افغانستان هستم، این اینجا نوشته میکنین از افغانستان هستم، بعد میگه گروه سنی شما، من بین 18 و 24 هستم، جنسیت شما من مرد هستم، نوع مدرک در ایران چی داری، من کارت آمایش دارم، شما اگر ندارید من اینجا بدون مدرک هست، یعنی بدون مدرک میزنین، خب من هیچ مدرک ندارم راستش هم یالی، شماره مدرک شناسایی ندارم، شماره که نداشتی دوستای عزیز نزنید خالی بانید. درخواست اصلی، درخواست اصلی تان چیه؟ خب اینا میگه کمک به کودکان، الحاق به خانواده، خانوادهتون قبلا رفته شما در جستجویش هستین، کمک حقوقی، مدارک، مدارک شما خرابه، گزارش دستگیری، رد مرز و بازداشت، یا میخواین گزارش بتیم، گزارش استثمار سوء استفاده جنسی در ایران برای شما اگر رخ داده ایر میزنین، اگر کلاهبرداری شده گزارش کلاهبرداری میزنین، اگر درخواست کمک دارین درخواست کمک میزنین، من درخواست کمک دارم. خب درخواست دیگه هم اگر داشته باشین شما از این اضافه میتونین، مثلا درخواست کمک، درخواست مشاوره روانشناسی دارید، اسکان مجدد دارید، من اسکان مجدد میزنم، چون شما به خاطر اسکان مجدد ثبت نام میکنید باید اسکان مجدد بزنید، این درخواست اسکان مجدد. شرح درخواست، لطفا درخواست خود را با جزئیات توضیح بدید، توضیح بیشتر به ما برای تعیین فرمیت شما اینجا یک توضیح میدید، مثلا میگین دوستای عزیز ما به دلیل مشکلات امنیتی یا هر چیزی دیگه میخواهیم که اسکان مجدد در یک از کشورهای پیشرفته اروپایی داشته باشم، در اینجا نوشته میکنین. بعد میگین دوستا اینج نوشته ذخیره پیشنویس، اول یک ذخیره پیشنویس میزنین، این خودش یک همچین چیزی میشه، این ذخیره و خروج سایکو قبول، این ذخیره شد، حال که ذخیره شد این گزینه درخواست ارسال بزنید دوستا، در اخیر نوشته این ارسال که میزدید دیگه مستقیم رفته و ارسال میشه به سازمان ملل، فقط یک بار ارسال کنین، حق ندارین که چند بار ارسال کنین.